مرض ایدز چیست و چه راه ها به انسان منتقل میکنه یا انتقال داده میشه و انسان چگونه مبتلا میشه و بعد چه خطرها، عوارض و مشکلات را در پی داره و ما چگونه میتونیم خود را از ایدز نجات بدهیم یا محافظت بکنیم و یا هم خود را مراقب باشیم. سلام مجدد به شما بینندگان عزیز تلویزیون رای فردا در داخل و خارج کشور و بینندگان محترم چینل یوتیوب رای فردا و همچنان شنوندگان عزیز رادیو رای فردا در کابل و ولایت های همجوار. صبح یکایکتان مجددان بخیر. جناب دکتر صاحب تمیم جدان نایب خیل سرطبیب شفاخانه خصوصی الفلا، استاد دانشگاه و یک از اعضای برجسته دکتران افغانستان یا اتحادیه دکتران در استودیو حضور دارند تا بیشتر این مسائل از خدمتشان پرسان بکنیم. جناب دکتر صاحب صبح شما بخیر، ان شاء الله که دارای صحت و عافیت کامل باشین. سلام عرض ادب خدمت شما و تمامی دستان در کارهای تلویزیون رای فردا. سلام و درود بر روان پاک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. امیدوار هستم که لحظه که با شما هستیم خسته کن تمام نشه. خواهش میکنم، حتما پربار خواهد بود. بله دکتر صاحب، پس شما میشنم که ایدز چیست؟ یک معرفی به دوستا داشته باشین یا ایچ آی بی؟ چرا نه، ایدز یکی از امراض شایع و امراض جهانگیر است که در سال 1981 به بار اول در امریکا کشف شد و در بعضی کتاب هایی که گفته شده که این ویروس دوباره اول در افریقا کشف شده و از طریق میمون یا شادی به شخص انتقال کرده. اونا جامعه طبی و سازمان سی جهان و سازمان تحقیقاتی جهان تایید نمیکنن و بار اول اینا در امریکا، در مناطق امریکا که دقیقا نامش یادم نیست، کشف شده که اینا در بین افراد همجنسگرا بودن، افراد بودن که درگ یوز بودن، دواها استفاده میکردن. اینا کشف شده و ایدز یا اچ آی وی چی فرقی از هم داره، که اچ آی وی چی است یا ایدز چی است. ایدز که است یک از مخفف اکورت امینو دیفیشنسی سندروم است، یعنی مجموعه از امراضی نقص سیستم ایمنی بدن هست. یعنی واضح تر گفته بتونم امراضی که باعث میشه سیستم ایمنی بدن کاهش پیدا کنه یا روز به روز سرکوب شوه. و عامل از این ویروسی هست به نام اچ آی وی یا Human Immunodeficiency Virus. درست. این ویروس هر انتان یا ویروس یا میکروبی که در بدن ما شما داخل میشه از رای ورودی شروع تا محل زندگیش فرق میکنه. یک حجره مختص، یک مکان مختص، یک ارگان مختص و خود انتخاب میکنه. همان گونه که انتان ها و ویروس های دیگه که جایگاه مشخص را به خود انتخاب میکنه، اچ آی وی متاسفانه که سیستم ایمنی بدن یا سیستم محافظتی بدن یا هم کرویات سفید خون مورد حمله قرار میده و محل زندگی خود انتخاب میده. یا اگر ساده بگیم وزارت دفاع را خراب میکنه. وزارت دفاع وقتی که سیستم ایمنی ما شما دچار یک عمله بسیار شدید و در حال تخریب بود یا در حال سرکوب شدن بود، هر آنگونه مرض ساده و ضعیفی که باشه برای ما شما کشنده هست. یعنی اگر وزارت دفاع نداشته باشیم دیگه حتی یک چهار دوز هم میتونه به بیاد تسخیر کنن کشورشون، کسی نیست که در مقابل از استادگی کنن. دکتر صاحب، آدم چه قسم میتونه بدون آزمایش یا بدون مایرات بخوامه که شخص بچار به همه ویروس شده؟ بله، راه های تشخیصش خوشبختانه که فعلا بسیار آسان و در تمامی مکان ها در دسترس هستک که توسط کیت هست، راه های تشخیص طبی البته. کیت های است که فقط از طریق خون و یا هم در حالاتی که مثلا آدم بخواهد 100% یعنی به اطمینان کامل برسه، نمونه برداری از افرازات خود سیستم تناسلی می باشه یا هم خود خون هست. و دیگه دانستن یک شخص عادی، یعنی شخص خود آدم چطور بفهمه که دچار مشکل شده، بسیار برش مشکل است. به خاطر چی؟ وقتی که این ویروس بدن انسان مورد حمله قرار میده یا یک شخص مصاب به این مشکل میشه، این تو دوره حتی تا چندین سال این به شکل مخفی
هیچ نوع اعراض علائم از خود نشان نمیده. هیچ نوع اعراض علائم. این فقط کار خود مخفیانه به شکل استخباراتی بگویم بله. این سر سیستم دفاعی کار میکنه. سیستم دفاعی رو به اندازه ضعیف میسازه که حتی سرماخوردگی عادی بر شخص کشنده میباشه. به امو خاطر سندروم یعنی مجموعی از امراض. Acquired Immune Deficiency مخفف ایدز که است. این یعنی چندین امراض میتونه کمزمان شخص مبتلا بشه بر شخص کشنده باشه. هر اون گونه امراضی که مثلا در قدم اول یک کاهش قوه جسمانی، یک باختن وزن، دانه ها و زخم ها در ناحیه تناسلی، بخارها و خارش های جلدی که در تداوی های متخصصین جلدی جواب نده، و افرادی که مثلا یک دچار یک امراض میشه نظر به بقیه اعضای فامیل خود یک فرد عادی دیگه، مثلا یک شخص است در یک سرماخوردگی در مدت 5 روز خوب میشه، کاملا شفایاب میشه، ولی اون شخص به طرف ماها دوام میکنه، زمستان کامل تیر کنن با سرماخوردگی. اینا ضرورت داره که چک کنن. چکشن بسیار ساده و ما از همینجا به صراحت میگم که هیئت رهبری شفاخانه الفلاح و کارمندای بخش لابراتوار الفلا به مناسبت رسیدن ایدز ما میتونیم که تمامی مریضایی که اگر تصمیم به چکاپ داشته باشن ما به شکل رایگان یه خدمت به عزیزا و همتان خود بکنیم. یعنی از چی بهتر خدمت بکنیم؟ بله، بسیار عالی. دخترهای خدمت گذار افغانستان، واقعیت چیست جناب نایب خیل صاحب در افغانستان و در کابل که شما در جامعه سر و کار دارین، واقعیت ثبت میشن نمیشن؟ نگرانی های شما چی هست؟ والا ناظری صاحب، یک به هر اندازه که جهان به طرف مدرنیزه بره یا مدرن تر شوه یا به فرض مثال سهولت ها و امراض تناسلی یا امراض مقاربتی بیشتر میشن که یک از جمله ایدز است که از طریق مقاربت جنسی تطبیق سرنج های همزمان آلوده با دو شخص به فرض مثال جاتر کسایی بودن که اصلا تاریخچه همچو چیزهایی را نداشتن، اما از کجا گرفته ایدز؟ از امو سلمانی یا آرایشگاهی که از امو پل برای یک نفر و نفر دیگه هم استفاده کردن، یا پل نبوده، یک ضرره که از خون بوده یا دست خودمون شخص آلوده بوده. وقتی که ما شما یک جای یا اصلاح سر میریم یا موی خود اصلاح میکنیم یا ریش خود اصلاح میکنیم، اینجا خیلی باید مواظب باشیم که یک رای بسیار چی است. و چون جامعه ما شما جامعه فرهنگی، یک جامعه از نظر رسوم و عنعنات که ما شما داریم، یک شخص دلاور گفته نمیتونه، خیلی این سیرش مخفی هست، خیلی افراد از این مشکل رنج میبرن و خودشون میفهمن، اما نمیخواد که راجستر شوه و تعداد مشخص معلوم شوه. متاسفانه که ما در حدود 7600 چند تحقیقات جدیدی که در دست رس ما قرار گرفته مصابین ایدز در افغانستان داریم که از او جمله از 7000 چند 164 نفر اشتباه نکنم وفیات داشته و دیگه افراد مبتلایان هستند که به دادن ادویه هایی که سیستم ایمنی بدن بالا میبرن و جلوگیری از مصاب شدن امراض ساری، اینا تحت کنترل و مداوا قرار دارن. یا از طرف اتحادیه دکتران شده یا از طرف شفاخانه شما صورت گرفته دکتر؟ اینا از طرف سازمان صحی جهان یا WHO، اینا به شکل واکسین هایی که توزیع میشن به ولایات و ناحیه ها، قریه و قصبات، آگاهی دهی عامه، اینا به شکل رایگان مرکز تداوی ایدز داریم به شکل رایگان. چون ما باز هم میگیم نظر به حرف و عنعنات و رسوم اسلامی و بعد که ما شما فعلا داریم، خیلی از امراض ما شما بسیار مخفی و باعث شرم ما میشه که ما رو به دیگران بگویم یا باید دکتر بگویم. خیلی از افراد هست که از به فرض مثال از بس خارج نشم دچار اقامت هستن، ولی زوجان حاضر نمیشن که همزمان به تداوی بره.
که چکاپ شوه و تداوی حاضر شون. اینا یک سلسله رسم رسومی هستن و فعلا مرکز داریم که تحت مراقبت هستن و بعضی مریض ها در خانه هاشون تحت مراقبت هستن که به شکل رایگان اینا از طرف سازمان یونسکو و یونسایی دی و همچنان WHO تحت مداوا هستن. بسیار خوب. بله دکتر صاحب، مریض بودن خوش شرمی نداره و چی بهتر که تداوی شد تا خدای نخواسته چند دیگر مصاب به این مرض بسازه. دکتر صاحب، علایم امی ایدز یا ایدز به مرد و زن یکسان میباشه یا که جداست، فرق در علایماتش؟ متاسفانه که من گفتم میتونم تمامی از امراض نظر به جنسیت متفاوت است، مصابینش، سیرش و علایمش. بدبختانه که نزد مردها مصابینش بیشتر هست و وفیاتش و علایم زود هنگام یا علایم شدیدترش نزد خانم هاست. به خاطر چی؟ که از روز خلقت یا در از نگاه ظاهری و جسمانی خانم ها نسبت به آقایان سیستم ایمنیشون ضعیفتر هست، پایینتر هست. بنابرای وقتی که هر نوع مشکلی که باعث ازی شوه که سیستم ایمنی دیگه هم پایین شوه، نزد اونها هم کشنده میشه و هم سیرشون بسیار شدید میشه. درست. یک از فلسفه های دین مبین اسلام در همین جا ما بیشتر باید بفهمیم و درک بکنیم که در ارتباط با مسائل اخلاقی و روابط جنسی محدودیت ها و برنامه های مشخص وضع کرده که اگر ما آزادی های بسیار فراوان داشته باشیم و دیدگاه ها در نظر گرفته نشود، یک از خطرها، البته یک از خطرها رو دکتر گفت که این مرسل ایدز است که دیگه حیات ما رو با تهدید مواجه میکنه. از چی راه ها انتقال میشه دکتر صاحب؟ یا قبل از اگه بهتر بگوید که باورهای درست و غلط در مورد راه های انتقال ایدز چی است؟ یا خیلی کسا باشد با مریض ایدز یک کاسه نان نخورد، در یک پتو نباشند، در خانه تا شد نباشند، این باورها درست یا غلط؟ خوشبختانه که مرض ایدز ساری نیست و از طریق افرازات لب و دهن، از طریق تنفس و از طریق ظرف مشترک، لمس، استفاده ظروف مشترک، اینا انتقال نمیکنه. راه های انتقال فقط من نکته را که بیشتر ذکر کردم، البته مرد ها گفتم بیشتر مصاب میشه، این جمله صدق میکنه در جامعه اروپایی و امریکایی. به خاطر چی؟ اونا مردها بیشتر ارتباطات جنسی بیشتری دارن، یعنی مولتیپل سکشوال چی دارن، اکتیویتی دارن که با چندین خانم داره که میتونه اونا از راه های مختلف یا چندین را مصاب شوه، که خوشبختانه در جامعه ما شما همچین چیزایی وجود نداره. و دیگه راه انتقال از طریق لاب دهن، از طریق لمس یا قول دادن یا استفاده ظروف مشترک، استفاده قاشق مشترک امکان پذیر نیست و تا بال ثبت نشده. فقط راه های انتقالش از طریق خونی هست، از طریق افرازات سیستم تناسلی یا مراقبت های جنسی و همچنان خون از طریق خون هست، که انواع و اقسام میشه که راه های بسیار گزینه های مختلفی داره. مثلا قبلا عرض کردم که از طریق استفاده از بمبه یا سرنج همزمان با چندین شخص. درست. خیلی از آل فعلا یک حالت شده که شکر تکنولوژی رو به پیشرفت است، امکانات زیاد دسترس جامعه طبی ما شما هست. قبلا یک نیدل یا سوزنه بارها با چندین شخص او را استفاده میکردن، تقیم درست صورت نمیگرفت، خود مجرای درست شسته نمیشد، تقیم نمیشد، اونا باعث میشد که انتقال بیشتر شود و تجلیل از روز اول دسامبر، روز جهانی ایدز، اگه اشتباه نکنم سپتامبر است. بله. اینا به خاطر ای هستن که ما یک هوشدار به ما باشه که اگر در همچون جاهای قرار میگیریم، مثلا میریم بر یک سالون اصلاحی ریش و مو، متوجه باشیم که امی خون دوچار پل زود
با خون آلوده نباشه. درست. یا رو اونجا تقیم کنیم یا اهتمامات بهتر و خوبتر را در نظر بگیریم که با این مشکل دچار نشیم که در حال ریشه‌کن شدن است در سطح جهان و آگاهی دهی به این خاطر زیاد است به خاطر که سالانه تجدید شود. بله و خدا کنه همه آرایشگرا و سلمانی ها توجه بیشتر به این چیزا بکنه، چون مشتری که میره خونه میفهمه که وسایلش استفاده شده یا نشده. بله. توجه باید از این لحاظ سلمانی و آرایشگرها کنه. سرعت بگیره. بله. بله. امروز فکر میکنیم اول سپتامبر است نه دکتر سید؟ بله. دسامبر است. دسامبر است؟ پس اول دسامبر مسلم. روز وقتی جدول مناسبت حال دو چهار چی شده من تقریبا باز کردم مال تلفن ما شاید که خیلی پیش رفته نیست تقویمش مشکل نداره دکتر صاحب شما میشه اول تلفن رو باز بکنین چون همتون هم متوجه دسامبر. بله بله بدوشک چون یادم بود سال قبل هم در رسانه ما برنامه داشتیم دسامبر بود و ما گفتم البته شاید نه درست انسان است شما سپتامبر گفتن باز چون بعد از نوامبر دسامبر میاد. بله نوامبر تمامش امروز اول دسامبر است. بله بسیار خوب دوستان شما بیننده و شنونده صحبت های جناب دکتر صاحب تمیم جدا نایب خیل هستین متخصص داخل امید در ارتباط به روز جهانی مبارزه با ایدز یا بالا رفتن آگاهی شما هموطنان عزیز نسبت به این مسئله تا خدای نخواسته مصاب نشویم. از جایی که مسلمان هستیم یک شانس خوب داریم نسبت به سایر افراد بشر و ما توصیه های دینی که صورت گرفته یکی هم در قسمت مسئولیت ماست از سایر بیمارها مخصوصا ایدز. دکتر صاحب باز اگر خطرها را یکم اشاره کنید که وقتی یک کس مبتلا میشن چه خطرهای متوجه میشه. شما پیشتر اشاره کردین که موس سیستم دفاعی بدن کاملا نابود میشه و هر مرضی میتونه وره از این دیگه است دیگه چه خطرها دارن. وقتی که به گفته خودتان جناب ناظری صاحب سیستم دفاعی یا وزارت دفاع در حال تسخیر باشه یا زیر هجوم باشه یا صدمه دیده باشه یا مکمل سرکوب شده باشه ما یک سلسله ویروس ها و انتانات فرصت طلب داریم. درست درست. در روزی که امارات اسلامی در کابل آمدن خیلی از افراد به نام طالب سلاح ها را گرفتن فرصت طلبی کردن و مال های مردم رو دزدی کردن، دکان های مردم رو دزدی کردن. به می شکل بدن ما شما هم یک حالت داره. وقتی که سیستم ایمنی ضعیف شد اونا می فهمن که زمینه به نام مساعد هست شخص درگیر می سازن. که از جمله یک ویروسی هست به نام هرپس سمپلوکس ویروس یا امو ویروس تبخال که ما شما برش می گیم که چندین تایپ داره که می تواند باعث به وجود آمدن زخم ها در ناحیه تناسلی و متبقی سایر مناطق جلد شخص شوند و دیگه امراض سیستم تنفسی میتونه که با گرفتن مثلا یک عدسه یا سرفه یا یک شخص مصاب که نزدیکش باشه مثلا به فرض مثال من اینجا مریض باشم خدا نخواسته سرفه بکنم اینجا یک ده نفر نشسته باشن اما ده نفر اگر مبتلا نشه اون نفر که بیچار ایمش بیت داره ای مصاب میشه به خاطر چی که کدام سیستم دفاعی وجود نداره برش. درست درست. سیستم دفاعیش کاملا درگیر هست و این ویروس میتونه مستقیم ایران مورد هجوم قرار بده و همچون کرونا هم که بسیار شانسش بالا میشن دیگه. بله. فعلا امسال ما باید این مشکل بسیار جدی تر بگیریم. بله بله. با موجودیت این ویروس و فعلا هم لازم میبینم که از طریق درچه زیبای تلویزیون رای فردا چون که هوای ما شما بسیار در حال آلوده شدن هست و امراض تنفسی به اوج خود بسیار شدیدتر شده فعلا. درست. مراجعه نیست که در شبخانه مراجعه میکنه در ادویه های بسیار سبوکی که سال قبل یا فصل پیش مریض ما شفایاب میشد، مداوا میشد، فعلا نتیجه نمیده و دوا. یعنی به این ماناست که از نگاه فکری استراب، تشویش ها، تمامش قوه سیستم ایمنی ما تاثیر داره و سیستم ایمنی رو ضعیف میسازه. بنابر او ما شما باید توجه بسیار جدی خود کنیم چیزی که وقایع داشته باشه نباید ما به او مصاب شویم. بله، بله. از ماسک استفاده بکنیم شاید ارزش یک ده افغانی را داره که ما از ازارها و خیلی از مشکلات دیگه ما
جلوگیری بکنیم. وادا پولوش وقتی که خطراتی که به وجود میاد میتونه که خود سیستم ایمنی بدن یا خود سیستم دفاعی بدن بر علیه خود بدن حمله را شروع میکنه. یک درگیری داخلی شروع میشه. یک نقص سیستم ایمنی آمد، فکر که یک شر شور مشور به وجود آمد، هر کسی از این فرصت استفاده میکنه منافع خودت کش کده میره. اینجا وقتی که بی‌نظمی در سیستم ایمنی به وجود آمد، شخص کاملا سیستم ایمنی خود دست میده و هر آن مشکل بسیار سبک که باشه و نزد شخص کشنده است. دمین گریبری های دفعه پیش یک کس گفت شب سا خوش بوده که ما یک بوجی بیر اینجا دوزی کردیم از دکان باستا شب که میبره کجا بگردانم نگردانم صبح میبینه کم خاکستر دکان داره که کشت کنم فکر کرده که بیر اینجا باز فردا میبینه که والا نه ما خاکستر آوردم شب تا صبح گردانده چون نه پلیس بود نه طرف نه امارت اسلامی آمده بود کاملا زمینه مساعی بود برای می افراد فرصت طلب. بسیار تشکر. خوب که دکتر صاحب روی تداوی هم اگر یک سوال داشته باشین. بله دکتر صاحب، چگونه تداوی کنیم؟ چه تداوی هایی را داره خانگی و دکتری؟ بله متاسفانه که تداوی خانگی در این بخش نتیجه مثبت را در قبال نداره و فقط توصیه هایی که نزد شخص یا آگاهی دهی که نزد شخص باید صورت بگیره ای است که شخص از آلوده ساختن محیط زندگی خود یا در خانواده کوشش کنه که جلوگیری کنه. اگر مثلا یک شوهر میفهمک با این مشکل بنابر هر مشکل باشه دوچار شده و اعتماده که نسبت به زوجین وجود داره، تنها از راه مراقبت جنسی گفتم نیست، میشم سرنج منتن بوده باشه شخص مبتلا شده باشه یا به فرض مثال با مو پله که در آرشگاه استفاده میشه و اینا در میان با من با خبر بکنه زمین که کسی انتقال به زوج جلوگیری بشه. این یک بحث موضوع که در خانه ما میتونیم به این قسم یک فایده را به فامیل خود و شخص دوم برسانیم. و دیگه هیچ امراض فعلا در دنیا وجود نداره که تداوی نداشته باشه. حتی سرطان. اما راههایش فرق میکنه نسبت به هر شخصی، نسبت به هر اقلیم و ژنتیک و چی نسل و نژادی، اما هزینهش یک مقدار بیشتر هست به خاطر که جامعه سازمان ژنتیک جهان و سازمان دواسازی جهان با همکاری سازمان سی جهان اینا در تلاش ای هستند که نوآوری های جدیدتر و کشفیات جالبتر در عرصه صحت داشته باشند که یک از جمله ساختن حجرات پدری یا استمسیل هست یا حجرات بنیادی هست. حجرات بنیادی اینا یک حجره جدید را در بدن شخص زرق میکنن، تطبیق میکنن که امو حجراتی که قبلا مورد هجوم قرار گرفته بودند یک حجره مثل که یک نالی را ماشوم یک درخت کرم زده میشه یا یک درخت کونه میشه، یک درخت که به فرض مثال خشک میشه، یک نیالی جدید را ما کشت بکنیم، یک درخت نو را بشانیم. به این شکل یک تداوی فعلا وجود داره در نزد کسا. حجره را دیگه میشه جور میکنه؟ بله. حجره جدیدی است کاملا یک حجره نو را چی میسازن. که پروسش بسیار طولانی هست. وقت چقدر داریم؟ وقت داریم. وقت داریم. بودی 8 دقیقه وقت داریم. اگر مثلا روی از او بپیچیم شاید از بس ایس باز خارج شویم و مثلا مقا آگاهی کنه تداوی وجود داره، ولی تا ای که مثلا به فرض مثال مثل این امراضی که در ما شما فصلی با او مواجه میشیم و تداوی وجود داره و با ارزانترین قیمت با دسترس قرار بگیره او زمانش انشاءالله که اگر زندگی بود باز ما شما خود بودیم خود دیدیم که چی وقت خود شد و فعلا هم کشور ما شما یک کشوری هست که مورد تهدید و مورد یک بکراون سیاه داره. به او خاطر سرمایه گذارها درست اگه اعتماد کامل نداره که ما در بخش سرمایه گذاری بکنیم. اگر نه خوبترین دکترها رو ما داریم، خوبترین محققین رو داریم، خوبترین کسایی را داریم که واقعا دلسوز است به ملت و مردم خود، اما متاسفانه که ما شما همه ما شما
وقتی که یک بحران اقتصادی داشتیم کوشش میکنیم اول امو فامیل خود ما یک روزی یک نفقه حلال برش بدست بیاریم و بعد از او مصدر خدمت به مردم شویم. دغدغه ها اقتصاد است در کار. امی افراد هستند که فعلا در سازمان خیریه جور میکنند که ما خیریه است و عکس برداری است و صفحات مجازی نشر کردن هست. اینا ما یک مطل داریم میگه هیچ پشک بر رضای خدا موش نمیگیره. تا که گشنه نشه بر رضای خدا موش نمیگیره. و هیچ کسی در این وطن از این گدودی ها استفاده میکنن. و چی میشه یک پروتکل های خارجی رو به دست میارن و این منفعت را که اینا به زیر یک مردم میرسانن با دادن بوتل شربت مثلا یا یک کالای جمع‌آوری میشه اینا به نظر ما که کمک درست نیست. کمک درستی است که ما شما سطح آگاهی دهی عامه خود بلند ببریم. یعنی یک از جمله که سطح آگاهی دهی صحیح است باور کن ناظر است به قدر مصروفیت هایی که من داشتم خدا شاید است دیروز که شما تماس گرفتین من نه گفتن نتانستم ما حداقل یک صدقه جاری است خدا منفعت به من نمیرسه نه کن پولش تلویزیون به من میتا اون یک پله وجوش دکتر صاحب و این چی است یه مو عشق علاقم است که به مردم خود امی دو کلمه ای که ما میتونیم ام سطح آگاهی مردم بلند ببریم ای وظیفه ما از بنوان یک چپان سفید و یک خادم ملت که ما به مردم خود بکنم. لطفا دکتر صاحب خواهش میکنم. بسیار خوب یک نکته بعد ما دکتر صاحب از لحاظ ارسی هم انتقال میکنه که مادرها متوجه باشن مثلا پدرها متوجه باشن که ما در ارسی یه مسئله رو داریم اطفال ما مبتلا نشن یا چنین چیزی نیست در جامعه ما شما فعلا همچو تحقیقات به دسترس نیست و شخص خودم تا که یک مأخذ معتبر نداشته باشم یک اسناد به دست نداشته باشم دلاور گپ زدن نمیتونم سر چیزی سرگم درست ولی در اروپا و امریکا فیصدی مبتلایان سیاه‌پوست ها را نسبت به سفید پوست ها و سرخ پوست ها بیشتر گفتن یعنی سیاه‌پوست ها زودتر بیشتر مواجه میشن مبتلا میشن نسبت به سفید پوست ها و سیاه پوست ها که تحقیقات است که در دو کشورها انجام شده ولی در جامعه ما شما همچون تحقیقات فعلا در دسترس نیست. درست. بسیار خوب تشکر دکتر صاحب. خواهش میکنم کدام پیام گفتنی داشته با بیننده ها و ای که مردم چطور کاری کنه که گرفتار نشد دکتر صاحب باز پیام ها شده توصیه شما این قسمت چرا نه در قدم اول ما شما میگیم که دیری که به دست باز میشه چی آزاد به دندان چیزی که وقایع داشته باشه چیزی که ما شما صحت را که خداوند بر ما شما امانت مانده و وظیفه ما شماست بله. که از او به شکل درست و به وجه احسنش امانت داری کنیم و مواظبت بکنیم یک از جمله در بخش که ما فعلا امروز قرار داریم در روز جهانی ایدز ای است که همچو حالات را که ما شما مواجه میشیم با سرنج آلوده با سرنج سر باز شده که یک شخص استفاده کرده یا هر پرسنل طبی باشه اما یک بازخواست شد پرتون شد که شخص مورد استفاده قرار نگرفته باشه یک دوما مراد کردن حفظ الصحه و مراد کردن باطلدانی های منتن و غیر منتن در مراکز صحی خیلی از مراکزی هست فعلا به شکل یک دکانداری شده سرنج هم همونجا مفته نیدل هم همونجا مفته و تمامیش با او خاله یا با کارگری که پاکون هست یا کودکای کارگر او بیچاره یا یه اشغالی که در جای مفته یا سختانده درست نمیشه او سوزنی که مورد استفاده قرار گرفته او شخصی مبتلا به ایدز او شخص که میایه یک انتیبیوتیک رو میگیره و در پیشانش نشتن است که من ایدز دارم او همون نرس یا همون دکتر پیشکاری خدا میکنم پیشکاری در بخش مربوط مندازه با اون نفر که میشه در دست از او بخوره و شخص آلده میشه یک بس موضوع دوم بس موضوع ما شما سر سیستم ایمنی بدن خود کار بکنیم یک از جمله که بشار رایگان بدون هزینه هستی است که تشویش و استراب خود کم بسازه و پیام آخری که ما بشار پرحرفی نشه از تمامی مردم عزیز خود صمیمانه تقاضا دارم که از ادویه خود سرون استفاده نکنن و از تمامی چپان سفیدای عزیز خود در این همچو حالات ما صمیمانه خواهش میکنم باعث یک
خادم کوچک شما که تبابت به طرف تجارت نبره. و برای سلمانی ها و آرشگاه ها هم میگن پیام داشته باشه چطور یعنی؟ بله. او رو به شما میسپاره. و خصوصا دکتر صاحب اوی در دواخانه ها و دکتره ها امی سورینجا استفاده شده خود ندور نندازن به خاطر که اشت اطفالی که ما فعلا داریم روی بازار کار میکنن و خصوصا معتادین از سورینجا استفاده شده استفاده میکنن. بله. که خودم دقیقاً با چشمم دیدم میره. 100% 100% خیلی از افراد ما دیدم که اطفال که مثلا در روی سرک میگردن یا کار میکنن یا همین سرنج هایی که توسط معتادا مورد استفاده قرار میگیره شاید مراکز صحی که وقت کسی که دکتر باشه اما باطل ادانه تیبی خود او موسسه هست یک بخش علایده است که باطل های تیبی را میبره و او رو میسوزانن بله. و این کسایی که مثلا در پلاستیک مندازه میره در شخالدانی مندازه اینا در حد یک شانت بسیار کلان و بزرگ را در قملت میکنن کاشتی امراض کاشتی هم راده بله یا فقط همون صد یا دو صد را که ماهانه همون بسیسه میگیره نامور به جای به خود میزنه و این خیانت بزرگ را که نسل های بعدی از رنج میبره ای آدم میکنه که فیران کار میکنه در سلمانی هم که برای دکتر سی به مو پل و دستگاهی که در پل در سر نفر قبلی استفاده کرده یک چیزی را میزنه آتش میگیره و نمیفهم که چقدر مسئول میسود تعقیب میکنه یا بلد نمیخواد یک اول یک مواد میزنه بعد آتش میگیره و کاملا یک دو بار برد میکنه دوباره شروع میکنه به سر نفر بعدی اینا مسئول هستی رئیس دکتر صاحب به نظر شما نگرانی ها هست و قسمت جناب ناظری صاحب او فرد که از اقل همقدر کار را میکنه او میفهمه ما آفرین به او میگم خو که یک نوع تعقیم هست که همون کلونی ها رو که میزنه کلونی ها در ذات خود اولا او میکروب کش است میکروب از بین میبره ویروس از بین میبره و یک آتش میگیره و در میگیره در کاملا تعقیم میشه و کار بسیار درست است اگر شیوه خوبتر و بهتر ایره که اینا بیشتر مواد های هستن که میشه می وسایل آرایشگاه و سلمانی ها را تعقیم بکن مواد های هستن از اون استفاده بکن نور الا نور یه بسیار گپ خوب است و در این بخشی است که ما شما امراض به دست خود پخش نکنیم.